سلام رفقا، به کانال انیمیشن وی خوش اومده. توی این ویدیو میخوام بریم سراغ بررسی تریلر انیمیشن سریال جدید پاناد کنفوکارا که میخواد بیاد و نتفلیکس پخشش میکنه و در حال ساخته و بالاخره تریلر دادن بیرون و میخوام بررسیش کنیم، ببینیم چه نکات مثبت منفی داره و کلا داستان انیمیشن چی میخواد باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو متری بزن بریم. پاناد کنفوکارا تا الان 3 تا انیمیشن سینمایی داشته به همراه 2 تا انیمیشن سریالی. یکیش تو نیکلودن پخش شده که لژند آف آسان بود، افسانه فوق العاده که سرش خیلی عالی بوده، تو جیم جیم پخش شده. و انیمیشن دومش که سریالی بود تو سال 2018 پخش شده که 50 سنمش بود، اونم خیلی خوب بوده. و الان رفتن سراغ 3 انیمیشن سریالی که خب تو نتفلیکس ساخته میشه و پخش میشه که انگار خیلی جالب به نظر نمیاد، چون از نظر داستان چیزی برای گفتن نداره. این داستان لکی سرم کردن و انیمیشن دارن میسازن و شخصیتاش هم جدیدن، به جز پو و کلا پدرش بقیه شخصیت جدید هستن که خب شخصیت جالبه، شخصیت جدید بیان، اما خب بهتر از بقیه شخصا هم استفاده میکردن. مثلا 5 آتشین اصلا نیست. داستان کلی انیمیشن سریال پاناد کنفوکارا شالج دا اینطوری که به پای تامات میزنن که سلاح خطرناک و جادویی استفاده میکرده و باید پایان اسم خودش رو پاک کنه. پس باید که همکاری میکنه با شال انگلیسی که خرسه. اینم خب خرس هم و پانداست، اون خرسه و خانم هم هستن. خانم باید باش همکاری کنه تا اسمش پاک بشه. خب انیمیشن همینطوری میره جلو و ما میتونیم شخصیت منفی رو ببینیم. این شخصیت های منفی همینجا داستان تموم میکنن چون خیلی جالب نیستن. حالا هر چقدر میخوان شروع باشن و کلن شخص پردازی بکنن به قیافه رو نمیخوره که عدد باشن و برای پو بخوان خطر ایجاد کنن. حالا تو انیمیشن کار میکنن و دنبال سه چیزا هستن، مثل این دستکش که به دست میارن و اینا خیلی قرمندن دنبال اینان و الان یکیشون دارن و قوی هستن. حالا کنفو بلد باشن نباشن این سلاح دارن و قوی هن، ولی خب میبینید دیگه خودشون هیچی نیستن. کوچیکن، قیافشون ببینید. اینا شخص اصلی نمیتونن باشن، شخص اصلی منفی که داستان جذاب کنن اینطور نیستن. تو تریلر ما مکانای جدی میبینیم که بد نیستن، هم از دور از خوب به نظر میان، هم از نزدیک نه. مشکل هم اینه، مثل این صحنه ببینید، مثل انیمیشن شبکه پویاست. چرا اینطوره؟ چرا گرافیک انقدر پایینه؟ واقعا خیلی بده. و خب طبیعی هست که گرافیک پایین باشه به نسبت انیمیشن سینمایی، این طبیعیه به خاطر بودجه است. اما این بعضی جا خیلی مسخره میشه، خیلی مسخره. با اینکه بعضی جا خوبه هم بعضی جا اصلا خوب نیست. مشکل همینه، تو این ترن هم معلومه، اکاش فقط سن خوب نشون میدادن نه اینطوری. اما خب بازم تو ترن ما میتونیم ببینیم که بعضی سن اصلا گرافیک ندارن و خوب نیستن، اما بعضی دیگه مثل این خوبن، بد نیستن، خیلی خوبن، بازم سن خوب میتونیم ببینیم، اما بازم بد هست. این از گرافیک که بعضی جا خوبه بعضی جا نه، اما در کلینگ متوسطه، خوب نیست خیلی. پاناد کنفوکارا تو انیمیشن قراره که به جای خیلی زیادی بره، سفر خیلی زیاد داشته باشه. مثل انیمیشن سریال اولش خب فقط تو همون شهر خودش نیست، به خیلی جا میره، به خاطر همین چیز هست که دنبالشن و میره این ور اونور. و خب انیمیشن از این لازم میتونه جالب باشه، اما این فضا و کل مکانی که میخواد بره باید جالب باشن و خیلی علیکی نباشن. با این چیزی که نشون دادن خوب، گرافیک بازم پایینه، اما اگه بهترش کن تو خود انیمیشن اصلا خیلی عالی میشه. اما باز ما میتونیم جای جدید ببینیم با کارهای جدید و خوب عجیب غریب هستن، اما خب جالبن. چیزی که خیلی ترسناکه اینه که انیمیشن در نتفلیکس میسازه. نتفلیکس که اسمش بده، کل اسمش بد در رفته به خاطر کاری که انجام داده تو انیمیشن ها، سریال ها و کلا فیلم ها که میسازه، کار عجیب غریب انجام میده، خیلی عجیب غریبه و برای همین داره به مرز نابودی کشیده میشه. و خب خیلی میگن که تو انیمیشن ممکنه یه چیزای اتفاق بیفته که تا الان ما اصلا تو انیمیشن های پاناد کنفوکارا ندیدیم، ممکنه اتفاق بیفته که خیلی بد نیست. و خب شاید ببینیم که خیلی خیلی بده. و اینم بگم که الان تو همین دوران که هستن فقط نتفلیکس اینطور نیست، همه شرکت همینطوری شدن، ولی خب نتفلیکس شرکت است که این تیرا رو میخواد به پاناد کنفوکارا بزنه. تریلری که منتشر کردن خیلی چیزا نشون داده، اما چیز نبود که خیلی باعث هیجان بشه و خیلی خفن باشه، اینطوری نبود. پس این تریلر خیلی خوب نیست و کلا محتویاتش هم خیلی جالب نبودن. حالا خود انیمیشن بیاد ببینیم چی داره و چجوری میخواد بره جلو. اما اینجا که ما تو این تریلر میبینیم خبر از 5 آتشین و شیفو این آدم خفن نیست، فقط پای با آدم جدید. پدر پا هم انگار تو داستان هست، اما پدر واقعش کجاست؟ اون چرا نیست؟ همون پدری که تو قسمت سوم دیدیم و پدر واقعش اون نیست، همون هست و تو جریان داستان هم هست. این خوب خوبه، این نبود کلا نمک میریخ و نمک هم کلا تو انیمیشن نبود، این هست خوبه. اما اون کجاست؟ اونم باید باشه دیگه، اون نیست. و خب شخصیت تو انیمیشن سینمایی دیدیم انگار خیلیشون نیستن و اینجا همشون جدیدن.
یه شخصیت دیگه تو داستان هست که انگار جایزه بگیره و دنبال پوی میخواد دستگیر کنه و این خیلی خوبه چون هیجان انیمیشن میره بالا، هیجان میبره بالا، انگار از اول انیمیشن دنبال پوی تا آخرش، این خیلی خوبه، جالبه. اما میخوام که اینو جدی بگیرن، شخصیتا که انگار گرفتن اینجا پر دستگیر کرده خیلی خوبه و این شخصه میتونه خیلی عالی تر باشه اگه ترش بهتر باشه. خیلی خیلی ساده است، خیلی ساده، اکاش میتونه بالاتر باشه. اما بازم اینکه این شخص اضافه شده خیلی عالیه و هیجان انیمیشن میره بالا. تریلر همین بود، به جز چند تا نکته چیز خیلی خاصی نداشته و دیدیم دیگه داستان خیلی خاصی هم نداره، همینطور دارن میسازن. بهتر بود که انیمیشن نمیساختن و دیگه خوبه، یه جور دارن میدوشن، فهم میکنم پاند کنفکار گاوه دارن میدوشنش و این اصلا خوب نیسته. بهتر بود قسمت 4 میشه میساختن. دریمورکس طور است که سگانه میسازه و قسمت 4 نمیسازه، بیشتر سگانه میسازه. هم برای پاند کنفکار جو لازمه چون میتونه قسمت 4 در مورد بازگشت تایلانگ باشه، چون یه شاید درماش بوده تئوری که برمیگرده که خیلی واقعا تئوری خفنی بودن و میتونه واقعا برگرده، همونطور که کای برگشت اینا میتونه و با بسازن. اما انگار فرار میکنن و میرن سراغ دوشیدن، انگار دوشن خیلی سایتره تا اونو بسازن. انیمیشن پاندا کنفوکار پنجه سرنوشت واقعا خیلی بهتر از اینه، داستانش خیلی بهتره. با اینکه پاندا کنفوکار اونجا یه نقش تکمیل داره و شخص اصلی 4 نفر دیگن، 4 تا پاندا که بچن، واقعا خیلی خفنه. اون انیمیشن خیلی خوبه و اونجا میتونید ببینید که پدر پا هست هر دو تاش و خب بقیه هستن و خب خیلی جالبه که تو محل و کلا تو فضای انیمیشن سرویس ساختن چون لازم بود بس قسمت سوم که اون فضا نشون دادن، کارشون خیلی جالب بود. اما اینه که کوران یه جوری اصلا انگار خوب نساختنشه و نمیخواستن بسازن، قصدشون فقط دوشیدن شیر بود، فقط همین. انیمیشن سریالی پاندا کنفوکار پنجه سرنوشت که مال سال 2018 اون موقع پخش شروع شده و خب توسط آمازون ساخته شده، آمازون اونو ساخته، نه نتفلیکس و نه نیکلودین، آمازون و خوبم ساخته. میتونیم ببینیم گرافیش خوبه اما داستانش خیلی خیلی بهتره، داستان خیلی خوبی داره و پره الکی نیست مثل نتفلیکس که اومده فقط چند چیز سلام کرده و انیمیشن داره میسازه، اونطور نیست. اینجا خیلی خوبه و خب ساختن چون لازمه بود، میخواستن فضای قسمت سوم بزرگتر کنن و نشون بدن تو قسمت بیشتری کمی کارم کردن. اما نکته خیلی جالب اینجاست که اینجا شخصیت اصلی کلا پو نیست، پاندا کنفوکار نیست، 4 نفر دیگه هستن و اینجا پو به اونو یاد میده. نکته همینه، این خیلی عالی بود اون قسمت و نمیشه خیلی خوبی شده. با اینکه پو شخص اصلی نبود، کاملا نبود و بعد از اون میتونیم ببینیم که خب داستان جای خوبم تموم میشه و کلا داستان خیلی کامل اومدن و توی سر ساختن. اینجا میخواستم همچین کار انجام بدن اما الان داستانش خوب نیست. فرق بین دو تا همینه، داستان خوب نیست و خب ای کاش دوباره بیان و فکر رو بکنن و قسمت چون پاندا کنفوکار بسازن چون لازمه، اینقدر سراغ سریال چون خوب عذاب در نمیاد و کلان تخریب میشه، یه چیز مسخره میسازن، محبوبیت کم میشه و نه این کار انجام بدن. باید دید که دنده چه اتفاق میفته. فعلا ما همین انیمیشن داریم که میخواد بیاد 24 تیر پخش شروع میشه، اون موقع شروع میشه، باید دید که چه اتفاق میفته اون موقع و انیمیشن چجوری هست اونجا کار میبینیم. اما همیشه تریلر خوب همه چیز رو میخواد نشون بدن، چیز خفن رو، و اینجا ما چیز خفن ندیدیم.